این هفته رورک سواری، اتاقهای فرار سازگار با کرونا و ارتباط گیم با اعتراض خیابونی. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم و اینجا لاس وگاس نیست. بله، بیش از یک دهه است که هر سال این موقع که میشد ما از نمایشگاه CES در لاس وگاس براتون گزارش تهیه میکردیم و این نمایشگاه رو پوشش میدادیم. اما امسال مثل هر چیز دیگه این نمایشگاه عظیم هم به طور مجازی برگزار شد. کاری عظیم، پرمسئولیت و پر ریسک برای برگزار کنندگانش. منظره جالبیه نه؟ اون صحرای نوادا و این بخشی از شهر لاس وگاس با آسمون خراشای معروفش. از سال 1967 هزاران نفر هر سال به CES میرن تا آخرین پیشرفت‌های دنیای فناوری رو از نزدیک ببینند. پارسال بیش از 170 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند. کلیک بیش از 15 ساله که همیشه اونجا حاضر بوده تا از نزدیک تازه‌ترین فناوری‌ها رو آزمایش کنه. و گاهی هم اونا رو بشکونه. محض خنده البته. شرکت در چنین نمایشگاه فناوری بزرگی آدم رو از پا میندازه، ولی خیلی از شرکت ها میدونن که حضورشون در چنین جاهایی ضروریه، چه برای شبکه سازی و انجام معامله، چه برای اینکه بفهمن در حوزه‌های مختلف فناوری اوضاع از چه قراره. اما آیا میشه اون همه هیجان و شلوغی و سر و صدای لاس وگاس رو به شکل آنلاین بازسازی کرد؟ CES توسط انجمن فناوری‌های مصرفی یا Consumer Technology Association برگزار میشه. ما با رئیسش گری شاپیرو در این مورد صحبت کردیم. ما تو هر زمینه‌ای که قابلیت تطبیق داشت خودمون رو هماهنگ کردیم و نمیخوام دروغ بگم آسون نبود. در زمینه سرعت و پیشرفت کار و اون چی که میشد عرضه کنیم دغدغه‌های زیادی داشتیم. راستش رو بخواید انتظار داشتیم CES آنلاین یک دنیای سه‌بعدی از سالن‌های کنفرانس مجازی باشه، ولی اینطور نبود. بیشتر فهرستی از غرفه‌گذارها که کله‌گنده‌هاشون سایت‌های کوچیک و پرزرق و برق خودشون رو دارن. ولی استارتاپ‌های کوچیک که معمولاً غرفه‌شون هم کوچیکه، فقط یک صفحه داشتن که کاتالوگشون رو توش گذاشته بودن. ما حدوداً به نظرم 20,000 شرکت اونجا داریم. بنابراین اگه اونجا نباشین فرصت بزرگی رو از دست دادین. ما از شکل فعلی اصلاً راضی نیستیم، چون بیشتر شبیه یه دفترچه تلفن بزرگ از شرکت هاست به ترتیب الفبا. در نتیجه فکر میکنم به سختی توجه کسی به شما جلب بشه، مگه اینکه مشخصاً دنبالتون بگرده. خیلی ها فرض کرده بودن که ما از فناوری های واقعیت افزوده، واقعیت مجازی و سه‌بعدی استفاده میکنیم. ما گفتیم که این کارو نمیکنیم و حتی دیگران رو هم تشویق نکردیم بکنن، چون راستش رو بخواید هدف غیر ممکنیه. با توجه به آینده نامعلوم پیش رو، CES سال آینده احتمالاً ترکیب نامشخصی از رویدادهای واقعی و آنلاین خواهد بود. دنیاگیری کرونا نشون داد که برای تجارت لزومی نداره که سوار هواپیما بشیم و به یک محل دیگه بریم. ولی هرچه فکر میکنم میبینم نمیشه بی خیال دست زدن به محصولات فناوری شد یا از نزدیک با افراد خلاق پشتی محصولات برخورد نکرد. برای همین مطمئنم که رویدادهای چهره به چهره با حضور فیزیکی حتماً دوباره برگزار خواهند شد. البته تا اون موقع ما سعی میکنیم که شما رو به روز نگه داریم و آخرین فناوری رو بهتون معرفی کنیم. در هفته پیش رو از نمایشگاه CES بیشتر خواهیم گفت، اما اجازه بدید نگاهی بندازیم به یک فناوری دیگه که اینجا در سالهای اخیر خیلی فراگیر شده. اسکوتر یا رورک برقی، هم استفاده ازش راحت، هم سریعتر آدم رو جابجا میکنه، هم باهاش این ور اون ور رفتن کلی خوش میگذره و هم نسبتا برای محیط زیست کم ضررتره. چند سال میشه که من اینا رو در جایی مختلف تجربه کردم که بعضیش رو شما هم دیدید. برنامه اجاره سریع و آسون رورک‌های برقی باعث رشد سریع استفاده از این وسیله شد. یکیش رو پیدا میکنیم، یه اپ رو بارگذاری میکنیم، کد روش رو اسکن میکنیم و برو که رفتیم. با
و البته به ازای هر دقیقه استفاده هزینه‌اش رو می‌پردازیم. اما همزمان که مصرف کننده از استفاده کردنش به هیجان اومده بودن، رورواک‌های برقی برای نهادهای ناظر دردسر بزرگی درست کردند. البته این شرایط مردم را از خریدن و استفاده از این وسایل در خیابون‌ها منصرف نکرد. اواخر بهار پارسال، گراند شاپس، وزیر حمل و نقل بریتانیا، آغاز طرح آزمایشی یک ساله رورواک برقی اجاره‌ای را اعلام کرد. قرار شد رورواک‌های برقی در دوره شیوع کرونا به عنوان جایگزین وسایل حمل و نقل عمومی عمل کنند. و اینطوری بود که بریتانیا به فرانسه، آلمان، بیشتر ایالت‌های آمریکا، استرالیا و خیلی از کشورهای دیگه پیوست و اجازه داد رورواک‌های برقی در خیابون‌ها آمد و شد کنند. شرکت‌ها هم در حال طراحی راه‌حل‌های خلاقانه هستند تا رورواک سواران رو ایمن نگه دارند. شرکت تیر که رورواک برقی اجاره میده، کلاه‌های ایمنی تاشو رو هم بهشون اضافه کرده. فرمون رورواک‌های این شرکت چراغ راهنما دارن تا رانندگان خود را و رهگذران از گردش به راست یا چپ رورواک سواران با خبر بشن. حتی روی فرمونش یه جای خاص برای شارژ بی سیم گوشی‌های همراه در نظر گرفتند. رورواک‌های برقی شرکت لینک هم ویژگی‌ها و امکانات منحصر به فردی دارند. رورواک یا اسکوتر شرکت لینک میتونه موقعیت خودش رو روی نقشه مسیریاب مشخص کنه. اینطوری اگر ورود به جاهایی ممنوع براش اتفاق بیفته، جاهایی مثل پیاده روها یا مثلا مسیری که از قبل مشخص کردن، به طور خودکار متوقف میشه. یه شرکت دیگه هم میتونه به طور خودکار سامانه ترمز رورواک برقیش رو فعال کنه. شرکت وای با استفاده از هوش مصنوعی یک سامانه بینایی کامپیوتری توی رورواک‌هاش تعبیه کرده. این سامانه رو شرکت لونا ساخته که شامل دوربین‌ها و حسگرهایی که خطرهای پیش روی رورواک رو تشخیص میدند. حتی اگه خود رورواک سوار این خطرها رو نبینه، این سامانه با شمارش رهگذران میتونه بفهمه که رورواک داره کدوم وری میره. اما بیاین بریم به شهری که توش استفاده از این رورواک‌ها قانونی و اتفاقاً خیلی هم پرطرفداره. پیشنهاد من اینه که تا میتونیم با جامعه برای ایمنی استفاده از رورواک برقی تعامل کنیم. اینکه چطوری وقتی سوارش هستیم ایمنی رو رعایت کنیم و چطور از این وسیله مسئولانه استفاده کنیم. اینکه میتونیم نشون بدیم چند کیلومتر از رورواکی استفاده شده و چند سفر شهری باهاش انجام شده خیلی خوبه، چون مردم میتونن ببینن این وسیله چقدر مهمه و چجوری میتونه روی رفت آمد روزانمون تأثیر بذاره. فکر نمی کنم رورواک‌های برقی به این زودی ها از دور خارج بشن. اینقدر محبوبن که نمیشه اونا رو نادیده گرفت و با گذشت زمان میشه راه‌هایی پیدا کرد تا این وسیله ایمن‌تر بشه. خب ظاهراً چه بخوایم و چه نخوایم، اسکوتر یا رورواک برقی بخشی از آینده حمل و نقل شهریه و درسته که هم برای راننده هم برای شهر مزیت‌های زیادی داره، اما در حوزه قانون‌گذاری هنوز پرسش‌های زیادی است که باید بهشون پاسخ داده بشه. این هفته در آخرین ساعات دوران ریاست جمهوری، مهندس سابق گوگل آنتونی لواندوفسکی در فهرست افشودگان دونالد ترامپ قرار گرفت. لواندوفسکی به جرم دزدی اسرار تجاری مرتبط با ماشین‌های خودران به 18 ماه زندان محکوم شده بود. یکی از بزرگترین چالش‌ها برای فراگیری ماشین‌های خودران توسط شرکت باتری‌سازی اسرائیلی استوردات برطرف شد. این شرکت موفق شد برای نخستین بار در ابعاد صنعتی باتری بسازه که میتونه در عرض 5 دقیقه کاملاً شارژ شه. استوردات به جای گرافیت که در باتری‌های لیتیوم آیون استفاده میشه، از نانوذرات نیمه رسانا استفاده میکنه که امکان شارژ سریع رو فراهم میکنن. شرکت ویرجین اوربیت متعلق به ریچارد برانسون موفق شد اولین ماهواره‌هاش رو به مدار زمین بفرسته. ویرجین اوربیت از زیر بال یک هواپیمای بوئینگ 747 قدیمی راکتی حاوی 10 ماهواره کوچیک رو به فضا پرتاب کرد. پرتاب مشابهی در ماه می گذشته به شکست انجامیده بود.
این هفته شرکت اسپیس اکس متعلق به ایلان ماسک هم موفق شد موشک فالکون 9ش رو برای بار 8 استفاده کنه و از مرکز فضایی کندی در کیپ کاناورال فلوریدا به فضا بفرسته. We have landed the Falcon 9 for the 8th time. و در آخر دست به نمایشگرهاتون نزنین چون تصاویری که میبینین واقعی نیستن، بلکه برای آزمایش گرافیکی یه بازی جدید ساخت شرکت بریتانیایی نینجا تئوری طراحی شدن. تیم سازنده بازی موفق هل بلید تصاویر آزمایشی فوق‌العاده واقع نمایی رو از یه بازی تازه به اسم پراجکت مارا به نمایش گذاشتن. اطلاعات زیادی از این بازی در دسترس نیست جز اینکه داستان حول محور توانایی‌های وحشتناک ذهن و در یک آپارتمان می‌گذره. امسال به خاطر فراگیری کرونا خیلی جا تعطیل کردم و بسیاری از کسب و کارها و فعالیت‌های تفریحی هم مجبور به باز تعریف خودشون شدن به خاطر سازگاری با شرایط جدید. یکی از این جاها اتاق‌های فرار یا اسکیپ روم ها هستند. همکار ما کریس فاکس یکی از این فضاها رو تجربه کرده. بعد از ماها برای اولین بار دارم بیرون خونه گزارش می‌سازم. بنابراین مستقیم رفتم توی یه اتاق تاریک تا جلوی نمایشگر بازی کنم. سال 2016 تو نمایشگاه فناوری پاریس یه غرفه بازی واقعیت مجازی رو امتحان کردم که به جای سربند با پروژکتور کار میکرد. حالا 4 سال و اندی بعد به نظر میاد این ایده به بار نشسته. این شما و این الکتریک گیم باکس. این به نوعی ترکیبی از اتاق فرار یا اسکیپ روم و واقعیت مجازی. اما به جای استفاده از سربند باید این آفتابگیر رو بذارم که این شاخک‌های ردیاب روش نصب شدن و جای دقیقم توی اتاق رو به دوربین‌ها و کامپیوتر نشون میدن. این محل 8 اتاق بازی داره و هر اتاق 4 پروژکتور داره تا زاویه دید 360 درجه خلق کنن. دیوارها حسگرهای لمسی دارن و البته دوربین‌هایی که حرکت و جابجایی رو ردیابی می‌کنن. توی این بازی موجودات فضایی دارن هوش منو آزمایش میکنن. من باید این شخصیت رو کنترل کنم و همینطور که توی اتاق با بدنم حرکتش میدم باید تا میتونم سکه جمع کنم. نه، از این طرف. این بازی رو ویلدین طراحی کرده، همون که برنامه مسابقات تاف مادر ایندورنس رو طراحی کرده بود. در دوران همگیری فقط میتونین با همخونهاتون یا کسایی که باشون زندگی میکنین بازی کنین. گروه ها از هم جدان و وسایل بعد از استفاده به راحتی تمیز و ضد عفونی میشن. اما سوال اینه که بعد از ماها استفاده از اپ های مثل زوم و گفتگوهای ویدیویی آیا مردم همچنان حاضرن برن جلوی یه نمایشگر وقت بگذرونن؟ خب ما معتقدیم کاری که داریم انجام میدیم باعث میشه افراد با صرف زمان جلوی نمایشگر دوباره رابطه اجتماعی رو تجربه کنن. من غرق شدن در فضای چندبعدی واقعیت مجازی رو تجربه کردم. یکی از دوستام هم همراه هم بود. وقتی کارمون تموم شد متوجه شدم اصلا نتونستم با دوستم باشم. دردسر واقعیت مجازی اینه که خیلی تو رو محو خودش میکنه. هدف اصلی کار ما اینه که با بازی مشترک آدمها رو دور هم جمع کنه. بعضی این بازی رو با تجربه اسکیپ روم مقایسه کردن. روشنه که توی اسکیپ روم وسایل فیزیکی بیشتری هست. آیا همین باعث نمیشه که آدما غرق بازیشن و فعالیت جمعی کمتری داشته باشن؟ خب اتاق فرار یه ماجراجویی ایستاست و حرکت و پویایی نداره. یه بار بازی میکنی و تمام. اینجا یه جورایی بیشتر شبیه سالن سینماست. شما میتونی هر بار برگردی عقب و محتوای متفاوتی رو پخش کنی. برای همین ما فکر میکنیم این بازی ظرفیت‌های بیشتری داره چون خیلی ها بعد از اینکه بازی کردن دوباره برمیگردن. اینجا شما میتونید رکورد قبلیتون رو بشکنید. اما کنی مثل اینجا غیر از ایجاد فعالیت‌های جمعی برای خانواده‌ها در دوره بعد از همه‌گیری ویروس میتونه یکم انرژی رو به شهر برگردونه. اونم در زمانی که خیلی از فعالیت‌های اقتصادی بزرگ در خطر ورشکستگی یا تعطیلی‌اند. در حالی که خیلی از کاروبارها در این دوره تقلا می‌کنن خودشون رو روی آب نگه دارن، اشتها برای تجربه‌های جدید بیشتر شده. الکتریک گیم باکس اولین شعبه‌اش رو در آمریکا باز کرده و بعد از رفع محدودیت‌ها در بریتانیا هم دوباره فعالیتش رو از سر میگیره.
به تازگی 3 نفر از فعالان برجسته هنگ کنگی به خاطر شرکت در اعتراض‌های پارسال به زندان محکوم شدند. کلیک موفق شده با چند نفر از معترضان هنگ کنگی صحبت کنه که ادعا می‌کنند راهبردها و استراتژی بیان اعتراض‌های خودشون رو از بازی‌های آنلاین چند نفره الهام گرفتند. در یک اتاق بازی در جایی در هنگ کنگ گروهی از معترضان که لباس‌های سیاه پوشیده بودند حاضر شدند با هم ملاقات کنند. اون از رهبران اعتراض‌ها هستند و پارسال در تظاهرات ضد دولتی در شهر نقش فعالی داشتند. هزاران معترض به خیابون‌ها اومدند. اعتراض‌ها در هنگ کنگ سریع و معمولاً بدون رهبر مشخص شکل می‌گیره. بعضی از روش‌های معترضان و همکاریشون با هم شبیه بازی‌های آنلاینه. تحولات اعتراضی هنگ کنگ خیلی پرشتاب بود، سریعتر از هر حرکت اعتراضی که قبلا دیدید. ما از بازی ها و همینطور از زندگی واقعی در هنگ کنگ چیزهای زیادی یاد گرفتیم. خیلی از جوان ها میگن بعضی از طرح ها و ایده هاشون رو برای زمین چینی اعتراض ها از بازی های آنلاین الهام گرفتند. اسم این بازی لیگ افسانه ها یا لیگز آف لجندز و خیلی از نسل جوانی بازی رو دوست دارن. من شخصا فکر میکنم چون این بازی نقش و هدف داره شبیه شکل گیری یک اعتراضه. در هنگ کنگ بیشتر از 1/3 دانش آموزان دبیرستانی هر روز بیش از 3 ساعت به طور آنلاین بازی می کنند. گفته شده حدود 10% از دانش آموزان دبیرستانی هم به بازی اعتیاد دارند. برای بعضیا بازی کردن نوعی شیوه زندگیه، اما تقسیم بندی های دنیای واقعی در دنیای مجازی هم هست. پارسال بازیکنان هنگ کنگی در بازی اتومبیل دزدی بزرگ 5 مثل معترضان لباس پوشیدند و یک کارزار خشونت آمیز رو شروع کردند. اونها با بازیکنان چینی که لباس پلیس ضد شورش پوشیده بودند درگیر شدند. بلا یکی از معترضان سابق قبول کرد به شرط اینکه ناشناس بمونه با همون حرف بزنه. بین بازی کردن و شرکت در اعتراض واقعی یه جور ارتباط وجود داره. مثلا شما میتونی راهبردهای زیادی از بازی یاد بگیری. وقتی توی تظاهرات هستی مثل قهرمان اصلی توی بازی با حریفا مبارزه میکنی و سعی داری که فرار کنی. بازی و اعتراض خیلی شبیه همن. اون میگه معترضان از اشتباهاتشون درس میگیرند، مثل وقتی که بازی میکنند و خودشون رو تصحیح میکنند. توی بعضی از سناریوهای بازی ایستادن در برابر حریفان شبیه مقاومت معترضان در برابر پلیسه. شما از شکست‌ها هم درس میگیری تا بدونی توی اعتراضای بعدی چطور باید عمل کنی. از زمان اعلام قانون امنیت ملی در چین، تظاهرات سازمان یافته گسترده در هنگ کنگ کمتر شده. از پارسال حدود 10,000 نفر در ارتباط با اعتراضها بازداشت شدند. بیش از 1,000 نفر از بازداشتی‌ها زیر 18 سال بودند. چه فرق بین واقعیت و دنیای مجازی وجود داره؟ خب توی دنیای واقعی وقتی که شکست می‌خورید نمیتونید مثل وقتی که توی بازی هستید بلند شید و دوباره رقابت کنید. شما ممکنه توی اعتراض زخمی بشید یا بیفتید زندان یا حتی کشته بشید. عواقب کار شما توی دنیای واقعی خیلی جدی‌تره. شما باید به طور گروهی با عواقب عملتون روبرو بشید، نه به صورت فردی. مثل بازی نیست که وقتی سوختید هر چقدر دلتون خواست برید از اول شروع کنید. در دنیای واقعی شما فقط یک شانس دارید. صحبت بازی شد و بد نیست که بریم سراغ یکی از بزرگترین بازی‌های سال گذشته، سایبرپانک 2077، و با مغز متفکر پشت این بازی گپ بزنیم. جستجو در یک ابرشهر، پیشرفت‌های سایبری، توانایی‌های هک آینده نگرانه و مهمتر از همه یک ستاره راک با نقش آفرینی کیانو ریبز که در ذهن شما زندگی می‌کنه. Maybe we'll fit together after all. به یکی از قابل پیش بینی ترین بازی های ویدیویی خوش اومدید. سایبرپانک 2077. بذارین اینطور بگم. خودروها پرواز نمی کنن. این از این. بذارین ببینم. ما به یک همگیری مرگبار مبتلا شدیم. چند تا حادثه هسته‌ای داریم. جنگ های کوتاه مدت داریم. یک عالمه هک های شگفت‌انگیز. دولت ها جلوی شرکت های بزرگ سجده می کنند، شرکت های بزرگ رشد و سقوط می کنند و دل و روده کشور رو در میارن و میرن. من شخصا کسی رو می شناسم که برای شرکت های بزرگ تو کشورهای دیگه مزدور استخدام می کنه.
اینا واقعیت‌های امروز ماست. بنابراین اگه نگرانین که نتونین چشم انداز آینده رو درک کنین، پیشنهاد می‌کنم که یه نگاهی به اخبار بندازید. مایک پونسمیت اولین نسخه بازی سایبرپانک رو سال 1988 به عنوان یک بازی نقش‌آفرینی رومیزی طراحی کرد. پونسمیت تجربه تولید بازی ویدئویی داشت و تونست از فیلم‌ها و کتاب‌های اون زمان ایده بگیره و یک بازی موفق نقش‌آفرینی درست کنه. اون توی بازی‌هاش خیلی از تحولات دنیای امروز ما رو پیش‌بینی کرده. فقط میتونم بگم اون چیزی که اتفاق افتاد شگفت انگیز بود. ما نمیدونیم چطوری باید مشکلاتمون رو حل کنیم. مثلا من یه نسخه بازی سایبرپانک نوشتم که به اسم سایبرپانک V3 بود. پیام اصلی این بود که وقتی شما دچار فروپاشی اطلاعاتی میشین چه اتفاقی میافته. در این شرایط مردم میتونن اطلاعات خودشون رو جدا کنن تا با اونها واقعیت خودشون رو بسازن. بعد ما پدیده‌ای داریم به اسم جدال فرهنگی. مردم بستر این که واقعیت من از واقعیت تو بهتره با هم می جنگن و اینکه مثلا سال 1962 واقعا این اتفاق افتاد. اما ما الان تو اون وضعیم، اونجاییم و همین الان داریم بهش نگاه میکنیم. در سراسر جهان مردم در حال بازنویسی واقعیت ها هستن و هیچ چیزی وجود نداره که تعادل برقرار کنه و بنابراین آدم ها مجبورن خیلی باهوشتر شن. شرکت لهستانی CD Projekt Red که قبلا سری بازی‌های ویدیویی خیلی موفق ویچر رو منتشر کرده بود، داستان رومیزی پونسمیت رو به صورت دیجیتالی منتشر کرده. شرکت CD Projekt Red پشت همه اتفاقای 10 سال گذشته بازی ویچر 3 وایلد هانت بوده. یکی از هیجان انگیزترین، گسترده ترین و بزرگترین بازی‌های نقش‌آفرینی که تا حالا دیدیم و مردم واقعا عاشقشن. همزمان با همه‌گیری ویروس کرونا، توسعه دهندگان بازی‌ها تکمیل کارشون رو از خونه ادامه دادند. کار انتشار بازی سایبرپانک 2077 در مراحل پایانی به مشکل خورد و توسعه دهندگان به سختی تلاش کردند تا این بازی رو به موقع منتشر کنند، اما انتشارش چندین بار عقب افتاد. منتشر نشدن به موقع بازی باعث عصبانیت کاربران شبکه اجتماعی شد تا جایی که گروه توسعه دهنده بازی‌ها رو تهدید کردند. سعی می‌کنیم زیاد خودمون رو درگیر نظرهای منفی که برامون می‌فرستن نکنیم و البته مواردی مثل تهدید هم هست که واقعاً قابل قبول نیست و متأسفانه مواردی از این دست اتفاق افتاده. در نگاه اول نایت سیتی بسیار زیباست. طراحی خلاق با همه جزئیات، بارون، چراغ‌های نئون و همه ریزیکاری‌های دقیق یک شهر، همه چیز داره. مثل تنظیمات، مأموریت‌های توی بازی هم از تاریخ سبک بازی‌های سایبرپانک الهام گرفتند. برای نبرد میشه از راه‌های مختلفی وارد شد. دزدکی و با استفاده از فناوری یا مستقیم، و یا ترکیبی از همه این راه‌ها. با ارتقای سایبری و تقویت بدن بازیگر میشه شانس زنده موندنش رو توی نایت سیتی زیادتر کرد. یه چیز دیگه که خیلی هم خوشایند نیست اشکال‌های بازیه، اما با توجه به اینکه بازی توی دوره همه‌گیری ویروس و کرونا طراحی شده و توسعه دهندگان ناچار بودن توی خونه کار کنند، وجود این ایرادها چندان تعجبی نداره. مطمئنن این اشکال‌های جزئی فنی برطرف میشه، اما چیزی که نگران کننده است برق فلش مانندیه توی بخش‌های خاصی از بازی که گزارش شده یکی از کاربران رو دچار تشنج سر کرده. توسعه دهندگان در واکنش به این اتفاق گفتند هشدارهای بیشتری روی صفحه میگذارند. اونها یک جلوه بصری هم به اون بخش خاص که باعث مشکل شده اضافه کردند و گفتند در بروزرسانی بازی این اشکال رو برطرف میکنند. تا اینجای کار سایبرپانک 2077 یک کار بلند پروازانه است و نمونه زیبایی از نسل جدید بازی‌های تیراندازی اول شخص یا فرست پرسن شوتر به حساب میاد، اما خب چندان بدون اشکال هم نیست. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه قبلی ما اونجا در دسترس هستند. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.